خب همونطور که گفتم سنت جورج یکی از پادشاهان بوده، میدونی که مثل ایران باستان پادشاهان خودشون جنگاور هم بودن و سنت جورج هم یکی از پادشاهان بوده که جنگاور هم بوده. بچه ها دور مسیر میشه، من اول این طرف رو نشونتون بدم بعد بریم اون بر. و این قلعه به نام سنت جورج ساخته شده خب اینم که یه حالت نمایشگاه داره، اینجا نمایشگاه عکس و اینا هستش. نقشه کلی قلعه رو میبینید اینجا زدن تا کشتیه که از رودخونه رد میشن، یک سری کتاب و یه سری عکسای قدیمی هست از این قلعه. خب و میبینید که بافت تاریخی هست. و یه سری اقلامی که از اینجا کشف شده، کوزه و لوازمات زندگی و با این شکل است. و توضیحاتی هم نوشته که اینا همه به زبان پرتغالی هستش. و اینم استخون چوه پایانشون بوده. یه حالت لوح مانند داره. اینم یک مکان دفن هستش نوشته توم. خب اینا ببینید مال دوره مورهاست، میبینید که حالت زبان عربی داره. و اینم کاشیکاری هایی هستش که میگم این مال دوره های مختلفه دیگه، دوره های مختلف تاریخی سکونه در این قلعه بوده. اجزایی که در دوره های مختلف کشف شده رو در واقع اینجا میتونید ببینید. اینا چیه؟ حالت پایپ داره. متاسفانه توضیحات همه به زبان پرتغالیه و به انگلیسی چیزی نداره که من بتونم برای شما بچه ها اینا رو ترجمه کنم، ولی اون چیزی که مشخصه اینه که اینا اقلامی که حالا چه از انسان ها چه از چهارپایان و اینا به دست آوردن مال دورهای مختلفی که تو این جزیره بوده. این مثلا کیچن کوسینا میگه اقلامی که از آشپزخونه به دست اومده، میبینید که سفال و کاسه کوزه هایی که به دست اومده. اون طرف مال مثلا استخون چارپایان بود، اون طرف قسمت کاشیکاری و اینا بود. اینا مثلا نوشته برای این قسمت یه مقدار انگلیسی داره توضیحات. این برای مثل عودسوز و چراغ هستن اینا، ببینید